محمد ماشینچیان پژوهشگر ارشد حکمرانی در دانشگاه پیتسبرگ از پنسیلوانیا با ماست. آقای ماشینچیان خیلی خوش آمدید. شرایط فعلی رو چطور می‌بینید و این هشدارها نسبت به اصلاحات اقتصادی و پیش نیازهای اون رو؟ اول اینکه گاهی اوقات در سیاست گذاری دولت روی اعداد و سنجه ها متمرکز میشه و شرایط و عواقب اجتماعی رو در نظر نمیگیره یا فرض میگیره که با زور حکومت میتونه هر سیاستی رو به جامعه تحمیل کنه. آقای نیلی به درستی هشدار میدن که چنین روی کردی عواقب جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت. الان جمهوری اسلامی 45 ساله که با زور سرنیزه و مشت آهنین به مردم ایران زور گفته و اونها رو از همه جهت تحت فشار گذاشته. مردم هم متقابلا از هر فرصتی برای اعتراض و مقاومت استفاده کردند و متقابلا حکومت رو تحت فشار گذاشتند. این در حالی است که اقتصاد ایران به ابربحران‌های متنوعی دچاره و شبیه یک بیماریه که در بستر مرگ با مجموعی از مسکن‌ها زنده نگه داشته شده و تقریبا دیگه هیچ فانکشن نرمالی براش باقی نمونده. قطع کردن هر کدوم از این مسکن‌ها باعث خواهد شد که مردم دردش رو بلافاصله حس کنند و نسبت بهش واکنش نشون بدن. ایران امروز هم دیگه ایران 40 سال پیش نیست که بشه به راحتی مردمش رو سرکوب کرد و حکومت هم این رو البته میدونه. اینکه قیمت بنزین در 5 سال گذشته بالا نرفته به همین خاطر، اما چون ادامه وضع کنونی برای حکومت بسیار دشواره، این خطر وجود داره که بار دیگه به زور متوسل بشن و سعی کنند که اصلاحات رو با زور پیش ببرند و در این صورت با عواقب جبران ناپذیری کشور مواجه خواهد شد. آقای ماشینچیان، فکر میکنم سوالی که این روزها بسیار مطرح میشه در مورد پزشکیانه. چقدر فکر میکنید با وضعیت فعلی سیاست خارجی و داخلی در واقع دولت پزشکیان مقدور خواهد بود و میتونه امیدوار باشن مردم که در واقع توفیقی حاصل میشه و شرایط تغییر میکنه به لحاظ اقتصادی؟ ببینید، اصلاحات درست باید از بالا به پایین آغاز بشه، یعنی از نهادهای حاکمیتی باید آغاز بشه. به عنوان نمونه در نظر بگیرید که سپاه پاسداران یک غول اقتصادی، کسب و کارهای مختلفی داره، پروژه هم برمی‌داره، پیمانکار هم هست، علاوه بر اینها یک سهم سنگینی از بودجه عمومی هم برداشت میکنه، از انواع معافیت ها هم برخوردار. خب این رویه باید اصلاح بشه. منتها در جمهوری اسلامی زور هیچ دولتی به حوزه های علمیه و سپاه و بنیاد مستضعفان و نظایر اینها نرسیده. به همین خاطر اصلاحات همیشه از کوتاه ترین دیوار، یعنی مردم عادی، آغاز شده و همه فشارش به مردم منتقل شده. وضعیت زندگی و معاش مردم ایران هم الان سالهاست که در حال سقوط آزاده. در نتیجه مردم از همون دهه 60 به مرور مقاومت نشون دادن در مقابل این فشارهای دولت و این مقاومت ها نهایتا شکل سراسری و کشوری به خودش گرفته. از نظر حکمرانی هم دولتی که صبح تا شب در حال پایمال کردن حقوق و آزادی های شهروندانش باشه به دشمن ملت تبدیل میشه، در حالی که هر گونه اصلاحات اقتصادی یا هر گونه اصلاحات سیاسی نیازمند همکاری گسترده مردم با دولته و دولتی که از این همکاری و همدلی عمومی برخوردار نباشه قادر به پیشبرد اصلاحات نخواهد بود. یک دولت با برنامه و با تجربه، با یک تیم همدل و یک دست، با اهداف و سیاست‌های مشخص ممکنه بتونه با تلاش و حوصله اصلاحات رو در ایران آغاز کنه. منتها آقای پزشکیان متاسفانه هیچ یک از پیش نیازهای لازم برای اصلاحات رو در ایران نداره و حوصله‌اش رو هم اصلا به نظر میرسه که با توجه به واکنش‌هایی که ایشون در مناسبت‌های مختلف نشون داده به نظر نمیرسه که داشته باشه. در نتیجه من به هیچ وجه خوشبین نیستم به اینکه ایشون قادر باشه که اصلاحات رو در ایران آغاز کنه، چه رسد به اینکه به سرانجام برسونه. خیلی متشکرم از توضیحاتتون. محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی در دانشگاه پیتسبرگ از پنسیلوانیا.